اساساً چنین فساد اون هم به شکل گسترده رو نمیشه با یک دلیل توضیح داد، بلکه مربوط است به ساختار اقتصاد ایران و اونم در سطح کلان، به این معنا که سیاست گذاری در حاکمیت در سطوح بالا، میانه و پایین به گونه ایست که به هر حال تشویق میکنه چنین رابطه ای رو، چنین کلاهبرداری ها رو. نبودن قوانین ساده، سریع و البته مؤثر، نهادهایی که خودشون از فساد رنج میبرن مثل قوه قضاییه، قوه مجریه، و انحصار واردات به دست وابستگان به حکومت، چون این افرادی که میتوانن واردات انجام بدن بدون ترس از فرزند ممانعت گمرکی یا فرزند دستگیری یا اینکه دچار مشکلی بشن، طبیعتاً با عوامل و نهادهای گوناگونی در ارتباط هستند و اونها این تسهیلات رو در اختیارشون میگذارن. بنابراین بحث نوک کوه یخ است، یعنی این جزی از فساد است و این فساد بسیار گسترده است و بخش عمدهش پنهان است. و این فساد البته توضیح داده میشه با فساد مالی مدیریتی، فساد اداری، فساد اقتصادی و فساد سیاسی. هیچ گونه فسادی در یک جامعه اتفاق نمیفته مگر اینکه پشتش فساد سیاسی باشه، و فساد سیاسی هم ارتباطی داره با فساد انتخاباتی. شما این نمایندگان مجلس رو نگاه کنین، اغلب با فساد یا با فرزند رانت یا با شیوه‌های گوناگون وارد مجلس شدن، قوانینشون ناکار آمده، نظارتشون غیر مؤثره. بنابراین نمیشه با یه دلیل توضیح داد، بلکه کل حاکمیت در پس این گونه تبهکاری ها و البته ناامنی اقتصادی است. خب به فساد کلان اشاره کردی آقای علوی. گفته میشه که دستگاه حکومت با پوشش کامل خبری این قبیل کلاهبرداری ها وقتی که کار از کار گذشته، سعی داره که به گفته شما اون کوه یخ رو پنهان کنه، فسادهای حکومتی رو پنهان کنه، ضمن اینکه حکومت از همین روش خودش برای پیش فروش خودرو و یا کالاهای از این دست استفاده میکنه. آیا با این نظر موافقید؟ بله البته، یعنی ما اگر بخواهیم بر اساس اون اسنادی که افشا شده نگاه بکنیم، میبینیم که سران قوا و در رأس اون رهبر حاکمیت کسایی هستن که خودشون تشویق میکنن به جعل اسناد، به هر حال جعل اظهارنامه و دور زدن قوانین و در نتیجه دامن زدن به رانت و پنهانکاری. و اقتصاد ایران بنابر برحال ارزیابی‌های بین‌المللی، ارزیابی‌های موثق و البته مطمئن، یه اقتصادی است که غیر شفافه، یعنی معلوم نیست این فرایند از کجا شروع میشه، به کجا میکشه، چه کسانی مدخلیت دارن. از طرفی یه اقتصاد غیر رقابتی و البته بسته است. در چارچوب این اقتصاد یه عده‌ای میتوانن که فرضاً انحصار واردات این کالا اون کالا رو بگیرن، و گفته میشه خانواده‌های محدودی هستن که وابسته به حکومت هستن. و البته در این چارچوبه که میشه به هر حال بازار رو به انحصار درآورد و به این شکل سر مردم کلا گذاشت. سپاسگزارم. احمد علوی، استاد و پژوهشگر اقتصادی از سوئد با ما.